سلام، چهارشنبه 21 شهریور 97 12 سپتامبر 2018 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه بعد از اعدام ستان از مبارزین کرد و همزمان حمله به مقر حزب دموکرات کردستان و خشونت ورزی اوریان رژیم، پاسخ دندانشکن و شایسته هموطنان کرد ما یک بار دیگر راه گشا شد. پنج حزب اصلی کردی در بیانیه مشترکی مردم مناطق کردنشین کشور در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و تا کرمانشاه رو دعوت کردند به اینکه در اعتراض به خشونت ورزی رژیم دست به اعتصاب عمومی بزنند. واکنش یک پارچه مردم در شهرهای مختلف این سه استان نمایش شکوهمندی شد از همبستگی مردم کرد. اصولا جمهوری اسلامی و رژیم‌های دیکتاتوری این گونه وقتی در شرایط اینچنینی مثل بحران‌های فعلی رژیم قرار می‌گیرند و اعتراضات مردم از هر سو شنیده میشه، دست به خشونت ورزی میزنند و گاهی عمدن فعالیت‌های خشونت باری میکنند تا واکنش خشونت بار بخش‌هایی از مخالفین بودن اونها رو توجیه بکنه و سرکوب و خشونت اونها رو موجه جلوه بده. جمهوری اسلامی این کار رو در سوریه تمرین کرده و با ناجوانمردی تموم مخالفین صلح جوی رژیم خونخوار سوریه رو به مدار خشونت ورزی انداخت و فاجعه ای رو خلق کرد که تا امروز ادامه داره. در ایران هم به خصوص سپاه پاسداران داره سعی میکنه با چنگ و دندان نشون دادن و سرکوب کردن به خصوص مردم کرد و گروه های کردستان رو به خشونت ورزی متقابل بکشونه تا برای خودش علت وجودی پیدا کنه و برای سرکوب ها توجیه پیدا کنه و ضمناً به مردم سایر نقاط ایران هم بتواند بگوید که اگر رژیم نباشد یا سپاه و سرکوبش نباشه ممکنه ایران تجزیه بشه و به هر صورت با روش های اینچنینی در جهت انحراف مبارزات مردم تلاش میکنه که انصافاً باید آفرین گفت به پنج حزب سیاسی کردی که در این دام نیفتادند و به جای اون دعوت به اعتصاب عمومی کردند و حرکت مدنی بیخشونت گسترده‌ای که همه مردم هم امکان مشارکت در اون رو داشتند و این گونه استقبال مردم نشون داد که کردستان یک بار دیگه پیشتاز و درس‌آموز میتونه باشه برای سایر نقاط کشور. جا داره مردم سایر نقاط کشور هم از ضمن ابراز همدردی با هموطنان کرد ما که آماج حمله قرار میگیرند، اعدام و خشونت ورزی رژیم، از این حرکت اونها استقبال بکنن. جالبه که فعالین مدنی در کردستان با آمادگی به سراغ این اکسیون رفتند و مثلا حکومت وقتی عواملش پاره‌ای مغازه‌ها رو با اسپری علامت روی دیوارش میگذاشتند که بترسونند برای اینکه تعطیل کردند، گروهی از فعالین شروع میکردند به تمام مغازه ها رو در شهری مثل سنندج علامت گذاشتن در اون راسته که روش درستی است، تاکتیک خونسا کننده این قبیل ترس آفرینی هاست و به این ترتیب نشون میداد که فعالینی که این اکسیون رو ترتیب دادن هوشیارانه مراقب توطئه های رژیم هم هستند. اما حکومت تا کنون 16 نفر از فعالین مدنی رو در شهرهای مختلف استانهای
کردنشین بازداشت کرده که بتواند بلکه جبران مافات بکنه، ولی به هر صورت ضربه ای رو که خورده جبران ناپذیره. همزمان امروز در اهواز هم تعدادی از شهروندان عرب رو در جنوب اهواز بازداشت کرده و دیده میشه که کاملا در صدد تحریک اقلیت‌های اتنیکی ایرانه، برای اینکه همونجور که عرض کردم بتونه توجیهی داشته باشه برای سرکوب خودش در نقاط دیگر کشور. موضوع دوم این که محمود صادقی نماینده تهران عنوان کرده که آبیاری با آبهای آلوده و سمی، فقر و فلاکت و آلودگی در گود محمود آباد و انباشت کوه عظیمی از زباله های سمی در جنوب تهران، جامعه اوریان فاجعه اوریان زیست محیطی است که محصول مدیریت ناکارآمد و از هم گسیخته و غیر علمی حاکم بر کشور. مدتی است که در جنوب تهران و نواحی فقیر نشین مسئله انباشت زباله، آبهای آلوده و سمی و آنچه که آقای صادقی مدیریت از هم گسیخته و ناکارآمد نام می نهه فاجعه خلق کرد. دلار امروز به 14500 تومان هم رسید و تا ساعاتی به مدار 15000 تومان هم دوباره برگشت. در این حال آقای حسین ذوالفقاری معاون وزارت کشور عنوان کرده که برای کسانی که برای راهپیمایی 40 به عراق برن دلار 7000 تومانی اختصاص میدن، یعنی یک فعالیت، یک سنتی که در عراق معنی داشته، جمهوری اسلامی چند سالی سعی میکنه به یک نمایش شیعه و تهدیدآمیز در عراق اون رو تبدیل کنه، با صرف هزینه های ملی، با تحمیق بخش های از جامعه و با نمایش و صرف هزینه های امکانات دولت بتواند که یک نمایشی در سطح منطقه برای خودش دست و پا کنه. آقای جوانفکر مشاور احمدی نژاد به 4 سال حبس و آقای رحیم مشایی معاون او به 6.5 سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شدند. موضوع سوم این که طبق گزارش اوپک در ماه آگست ایران 150000 بشکه کاهش تولید نفت داشته، موضوعی که ایران تکذیب کرد. امریکا در 2 ماه گذشته رکورد تولید نفت به جا گذاشته و از عربستان و روسیه پیشی گرفته و در کل سال 2018 و 2019 این روند ادامه خواهد یافت. اگر افزایش تولید امریکا به همین شکل ادامه پیدا بکنه، احتمالاً کمبود نفت ایران در بازار رو میتواند امریکا هم جبران کنه. آقای زنگنه در صحبتی عنوان کرده که ایران در حوزه های نفتی البرز و دماوند در دریای مازندران با آذربایجان 50-50 هستش، موضوعی که اولین بار آدم میشنوه و بعد از ایشون پرسید برابر کدام قرارداد امضا شده و چرا اعلام نشده. ضمن اینکه حق ایران در دریای مازندران برابر رژیم مشاعی که با شوروی امضا کرده بوده در تمام دریا غیر از اون 10 مایل ساحلی 50-50 باید باشه و حتی اگر این حرف های زنگن صحت داشته باشه تکلیف سایر منابع نفت و گاز چه میشه. موضوع چهارم این که وزیر اطلاعات اسرائیل در واکنش به اظهارات آقای صالحی که ساخت سنتریفوژهای پیشرفته آغاز خواهد شد عنوان کرده که اگر ایران به سراغ توسعه برنامه هسته‌ای خودش بره با واکنش امریکا و متحدانش مواجه میشه و در واقع تهدید نظامی ایران رو کرده.
امریکا هم سخنگوی کاخ سفیدش در اظهاراتی دیروز ایران رو تهدید کرده به اینکه اگر در عراق طرفداران ایران به ساختمان‌های امریکا حمله کنند با برخورد شدید امریکا مواجه خواهد شد، موضوعی که سخنگوی وزارت خارجه ایران تکذیب کرده و حتی اظهار تعجب کرده از این اظهارات. موضوع پنجم اینکه سازمان گزارشگران بدون مرز یک کمیسیون مستقل مرکب از 24 نفر به ریاست خانم شیرین عبادی تشکیل داده تا بیانیه جهانی اطلاعات و دموکراسی رو تهیه بکنن. چند برنده جایزه نوبل در ادبیات اقتصاد در این کمیته عضو هستند و تا سالگرد صلح جنگ بین الملل اول که 100 سالگردش در ماه نوامبر خواهد بود این بیانیه آماده بشه. اما گالوپ در بررسی که از چندین کشور دنیا کرده راجع به تجربه منفی در زندگی، جمهوری آفریقای مرکزی و عراق در انتهای جدول قرار گرفتند، پاراگوئه و کولومبیا در ردیف اول و دوم قرار گرفتند، ولی ایران، مردم ایران در کنار فلسطین، مردم فلسطین و نیجر در پایین جدول رده 45 قرار دارد. اما موضوع آخرین که جناب سردار نقدی که مدتی نایاب بود پیدا شده و زینت بخش خبر آخر ما شده. ایشون در مذمت و فقر در دوره محمد رضا شاه گفته در زمان شاه حتی مردم نمیدونستن اصلا مسافرت یعنی چه. اندکی زرد سحر نزدیک است تا فردا، شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایران.